اولین گروه مسافران قطار تهران کربلا برای زیارت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام عازم عراق شدند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، سوت قطار تهران به کربلا صبح امروز در ایستگاه راهن تهران به صدا درآمد و مسافران در ساعت 11:40 عازم کربلا شدند. این قطار پس از 18 ساعت سیر از تهران به شلمچه خواهد رسید. مدت 2 ساعت برای انجام تشریفات گذرنامه صرف می شود و سپس زوار 30 کیلومتر را با اتوبوس تا بصره سیر خواهند کرد تا به مدت 8 ساعت از طریق قطار بصره کربلا به مقصد برسند. گفتنی است قیمت فروش بلیت این قطارها از 960 هزار تا 1,400,000 تومان اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، بازگشایی اولین موزه اسلامی در فیلیپین مورد استقبال بنهار آبالوس وزیر کشور و دولت محلی قرار گرفت. این مرکز که موزه فرهنگی اسلامی ماهارلیکا نامیده می شود، اقلام مختلف از جمله لباس‌های سنتی زنان و مردان مسلمان و همچنین آثار هنر اسلامی را به نمایش می‌گذارد. دست‌اندرکاران تأسیس موزه ماهارلیکا تأکید کردند که این موزه برای کمک به مسلمانان فیلیپین و همچنین آشنایی غیر مسلمانان با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی راه‌اندازی شده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از ایندیپندنت، پژوهشکده اقتصاد و صلح جهانی IEP در گزارشی خطرناکترین 10 کشور جهان را با ذکر دلیل و مدرک اعلام کرد. بر اساس این گزارش که تحت عنوان شاخص صلح جهانی سال 2023 منتشر شده آمده است، با پایش شرایط 163 کشور جهان شاهد بهبود شاخص‌های صلح و امنیت در 84 کشور و بدتر شدن این شاخص‌ها در 79 کشور دیگر بودیم. افغانستان همچنان خطرناک‌ترین کشور جهان محسوب می‌شود و علت آن هم ادامه درگیری، جنگ و بی‌ثباتی در این کشور است که از سال 2021 نیز اوضاع کشور رو به وخامت رفته است. یمن دومین کشور خطرناک در جهان است. سوریه، روسیه، جنوب سودان، کنگو، عراق، سومالی، سودان و اوکراین در رتبه‌های بعدی قرار دارند. خبری از چین، سازمان‌ها و مراکز بین‌المللی اسلامی چین کمونیستی را پس از بستن صدها مسجد در تعدادی از استانهای چین و محروم کردن مسلمانان از حق عبادت در داخل مساجد به عنوان یک کشور تروریستی توصیف کردند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، این سازمانها و مراکز بر اساس بیانیه‌ای دولت چین را به دلیل بستن مساجد و آزار و اذیت اقلیت‌های مسلمان یک کشور تروریستی خواندند. گفتنیست چین علاوه بر تعطیلی مساجد، معماری اسلامی مساجد را نیز تغییر داده است. گفتنیست چین حدود 1300 مسجد را در استان نینگشیا بسته است که حدود 1/3 کل تعداد ثبت شده است و صدها مسجد دیگر را در استان سینکیانگ که اقلیت مسلمان اویغور در آن زندگی می کنند نیز تعطیل کرده است. نیروهای امنیتی عراق توانستند 2 تن از سرکردگان گروهک سنی‌های تندروی داعش که در جنایت اسپایکر در سال 2014 نقش ویژه‌ای داشت را دستگیر کنند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، سازمان اطلاعات ملی عراق در یک عملیات کیفی مبتنی بر اطلاعات دقیق با هماهنگی عملیات مشترک فرماندهی توانست 2 تن از عاملان جنایت اسپایکر را که سالها در یکی از کشورهای همسایه پنهان شده بود دستگیر کند. شاید ذکر است که کشتار اسپایکر که توسط گروه سنی‌های تندروی داعش در جوان 2014 انجام شد، جان نزدیک به 2000 دانشجوی شیعه دانشکده نیروی هوایی پایگاه نظامی اسپایکر در شهر تکریت در شمال عراق را گرفت.
در 41 ماه اخیر در ترکیه قیمت مواد غذایی به طور مداوم و هفته به هفته افزایش یافته و حتی اغنیا و قشر پردرآمد جامعه نیز از افزایش بدون وقفه قیمت غذا شکایت دارند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد. اما رئیس جمهور این کشور اعلام کرده که نقطه پایان برای افزایش قیمت دلار گذاشته شده و وضعیت مردم رو به بهبود است. این در حالی است که دلار اردیبهشت اخیر و در دوران انتخابات 20 لیره می‌ارزید و حالا به 29 لیره نزدیک شده است. در پایان گفتنی است در شرایطی که کمتر از 4 ماه به انتخابات شهرداری های ترکیه مانده، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه هنوز نتوانسته برای کاهش قیمت مواد غذایی اقدام خاصی انجام دهد. و یک خبر علمی، سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که استفاده نادرست از آنتیبیوتیک از اثر بخشیش میکاهد و باکتری های مقاومی به وجود میآورد که ممکن است تا سال 2050 عامل مرگ سالانه 10 میلیون نفر در سراسر جهان باشد. نتایج تحقیق بخش اروپای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که آنتیبیوتیک‌ها برای مواردی مانند سرماخوردگی معمولی 24%، علائم شبیه آنفولانزا 16%، گلودرد 21% و سرفه 18% تجویز می‌شود. این سازمان از تجویز اشتباه آنتیبیوتیک ابراز نگرانی کرده و گفته در برخی کشورها بیش از 40% آنتیبیوتیک ها بدون توصیه پزشک مصرف می شود. سازمان پیمان امنیت جمعی در نشستی مسئله مواد مخدر و چگونگی پیکار با گروه‌های حراس افکن در منطقه را به بحث گرفت. برخی از نمایندگان کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در نشست مشترک شورای وزیران خارجه، دفاع و کمیته دبیران شورای امنیت این سازمان با پخش بیانیه مشترک از قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز نگرانی کردند. کشورهای روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان و صربستان از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. و اما خبر آخر، بر اساس نتایج یک نظرسنجی 1500 تن از کارکنان مختلف حوزه فناوری در آمریکا گفتند که توجه‌های فعلی به هوش مصنوعی اغراق‌آمیز است. با این حال طرفداران هوش مصنوعی میگویند که این فناوری در آینده نزدیک میتواند از حوزه پزشکی تا نظامی را به تسخیر خود درآورد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که رهبران و مدیران فناوری دیدگاه متعادل‌تری نسبت به هوش مصنوعی دارند. در مقایسه کارکنان بخش‌های فنی بیش از دیگر حوزه‌ها جایگاه فعلی هوش مصنوعی را مبالغه آمیز می‌دانند.